سلام دوستان خوشحالم که یه جلسه دیگه از این دوره رو دارم براتون رکورد میکنم توی این جلسه قصد داریم بیایم و یک پروژه متفاوت نسبت به پروژه قبلی انجام بدیم قصد داریم توی این جلسه یک طراحی رو با استفاده از HTML و CSS پیاده سازی کنیم میخوایم توی این جلسه یک ماگ رو پیاده سازی کنیم یک ماگ تقریبا مشابه این رو قصد داریم توی این جلسه با هم دیگه پیاده سازی بکنیم حالا نه به این رنگ و لاب ولی خب بیس کار تقریبا مشابه همین مایک هستش با استفاده از HTML و CSS فقط میخوایم این کار رو انجام بدیم از هیچ گونه ایمیجی توی این جلسه استفاده نمی کنیم. از صفر صفر کد های HTML و CSS خودمون رو می و تا صد صد اون رو با هم دیگه دیولوب می کنیم بریم یک نما و یک دمای از پروژه ببینیم و برگردیم و یک سری توضیحات خیلی کوتاهی میگم و میریم وارد آیدی میشیم و پروژه خودمون رو میکنیم. خب همونطور که دمو پروژه رو دیدید دیدید پروژه جالبی هستش و کاملا از HTML و CSS استفاده کردیم و هیچ گونه ایمیجی رو توی این جلسه ما استفاده نکردیم. نکته ها و حالا نکات آموزشی که توی این جلسه هستش تنها نکته‌ای که هستش اینه که قصد داریم از وریبل ها داخل این جلسه استفاده کنیم. پس اگر شما وریبل ها رو یادتون رفته یا دیدی نسبت به این وریبل ها نداری یا اصلا بلدشون نیستید برید خواهش اول اون رو یاد بگیرید پیش نیاز این دوره همونطور که گفتم سی اس برید سی رو کامل یاد بگیرید وریبل ها رو یاد بگیرید و بعدش این جلسه رو شروع بکنید چون وریبل ها توی این قسمت نقش اساسی دارن و برای به وجود آوردن اون بخارهایی که دیدید داخل ماگمون بود حتما حتما ما از وریبل ها استفاده بکنیم نکته جدیدش همین وریبل ها بود توی قسمت پروپرتی های سی چیز جدیدی نمیخوایم واقعا توی این جلسه بگیم و از همون پروپرتی هایی که توی جلسه قبلی و تو... یا توی دوره های قبلی یاد گرفتیم میخوایم استفاده کنیم و این پروژه رو به وجود بیاریم پس اگر موافق باشید بریم وارد ID خودمون بشیم و پروژه رو شروع کنیم به پیاده سازی کردن خب طبق روال معمول میام و فایل index.html و همینطور فایل style.css خودم رو توی این قسمت ایجاد میکنم و style.css رو توی این قسمت من لینک میکنم دو نقطه css تب رو میزنم و الان میام شروع میکنم به نوشتن کدهای خودم اما قبل از اون بیایم باز دوباره یک دمای از پروژه ببینیم و طبق اون بیایم و پروژهمون رو پیاده سازی بکنیم خب پروژه دقیقا به این صورت هستش میخوایم بیایم و همچین طرحی رو داخل این جلسه پیاده سازی کنیم احتمالا من بیام این جلسه رو به دو تا قسمت تقسیم کنم که بهتر بتونم مطالب رو بهتون منتقل بکنم و بهتر بتونید اون رو یاد بگیرید خب همچین رو میخوام پیاده سازی کنم اول از همه میام قالب لیوان خودم رو ایجاد میکنم. فکر کنم توی این جلسه فقط بیام این قسمت لیوان و این حالا زیر لیوان رو یا حالا زیر ماگ رو بیام به وجود بیارم و این قسمت بخارش و حالا ریزکاریاش میمونه برای جلسه بعد خب اول از همه میام این رو دقیقا به وجود میارم این میاد سمت راست این هم میاد سمت چپ چه کار کنم من اول از همه میام یه دونه تگ پدر درست میکنم برای کل پروژم خب یه دونه تگ دیو درست میکنم با کلاس کانتاینر خب که داخل این تگ دیو یه تگ دیو دیگه هست. میخوام میام اول از این فنجانم رو درست کنم میگم چی میگم یه تگ دیو دارم که این تگ دیو کلاسش هست کاپ و پروژه خودم رو دقیقا طبق همین کلاس جلو میبرم خب دقیقا توی این قسمت اومدن کاپ رو نوشتم و الان میام استایل های مربوط به اینها رو هم میدم دقیقا های خودم رو به وجود میارم و بذارید به حالت دیباگ هم پروژه خودم رو در بیارم که به صورت لایف تغییرات رو مشاهده بکنید اولین کاری که میخوام انجام بدم به چه صورت هستش طبق روال معمول من میام و روی تگ بادیم کار میکنه، اما قبل از اون باید بیام و یک استایل های کلی رو به پروژم بدم دیگه میگم مارجینش میخوام صفر باشه پدینگش میخوام صفر باشه باکس سایزینگش میخوام بوردر باکس باشه الان میخوام تگ بادی رو سلکت کنم و کارهای مربوط به این و پروپرتی های مربوط به این قسمت رو بهش بدم اول از همه بذارید بیام یک بک گرام بهش بدم این رو من بیارم سمت راست صفحه خودم و الان میام بهش اول از همه یک بگیران میدم میگم بگیران کالرت باشه طبق معمول 26 26 و 26 توی مرحله بعدی میخوام این مایک رو دقیقا وسط صفحه بندازم برای اینکه بیام وسط صفحه بندازم باید بیام چیکار کنم میام از فلکس باکس استفاده میکنم راحت ترین کاری ممکن دیسپلیش رو از نوع فلکس قرار میدم جاستیفای کانتنتش رو از نوع ام ام سنتر قرار میدم همینطور الاین آیتمش رو هم از نوع سنتر قرار میدم و برای اینکه الاین آیتم دقیقا اعمال بشه میام یک هایت اعمال میکنم و اون رو 100 vh قرار میدم این کار و این پروپرتی هایی که دقیقا توی این قسمت دادیم میاد و المنت ها و حالا تگ هایی که توی تگ بادی استفاده شده رو وسط چین میکنه و وسط صفحه دقیقا هم از نظر ورتیکال و هم از نظر هوریزونتال وسط چین میکنم توی مرحله بعدی میخوام چه کار کنم داخل مرحله بعدی میخوام این کاپم رو ایجاد بکنم توی این قسمت از این من می پرم، جلوتر به یه مشکلی بر برمیخوریم که حتما حتما باید به این تگ دیو با کلاس کانتینر برگردیم از این فعلا من عبور میکنم چون میخوام مشکل رو دقیقا ببینید و بعدش بیایم و روش حل و مشکل رو بهتون بگم پس من فعلا از این میپرم و ازش فاکتور میگیرم و این رو فعلا کاریش ندارم میام سراغ این کاپ و میخوام ماگ خودم رو ایجاد بکنم پس من این رو دقیقا میارم پایین و پروژه خودم رو توی این قسمت میارم اولین کاری که میکنم صداش میزنم میگم یک کلاسی داریم به اسم کاپ من میخوام این رو به وجود بیارم اولین پروپرتی که بهش بدم میگم یک ارزی داری ارزش برابر 250 پیکسل قرار میدم و همینطور یک ارتفاعی هم داره ارتفاعش رو هم برابر 300 پیکسل قرار میدم دقیقا میخوام یک مستطیل به صورت عمودی ایجاد بکنم توی مرحله بعدی یک بکگراندی هم بهش بدم میخوام از بکگراند ها از نوع لینیر گرادینت استفاده کنم چرا به این صورت میخوام استفاده کنم چون اگر ریزالت کار رو شما ببینید من اگر یه خورده زوم کنم همونطور که میبینید این ناحیه ماگ یا حالا این ناحیه لیوان سفید تر از این ناحیه هستش پس من اومدم توی این قسمت از یک گرادینت استفاده کردم دیگه از ناحیه روشن اومده و یه خورده برای من توی این قسمت تیره شده پس از لینیر گرادینت ها توی این قسمت استفاده میکنم لینیر گرادینت خب و میگم دقیقاً این رنگ به سمت راست برای من ختم بشه از سمت چپ شروع بشه و به سمت راست هدایت بشه می to تو رایت خب رایت رو می نیسم و میگه الان چه رنگ هایی رو میخوای بهش بدی رنگ هایی که داخل پرژه استفاده شده من میخوام رنگ سفید اول قرار بدم حالا نه سفید سفید میذارم F9 F9 و F9 یک رنگ سفید و داخل مرحله بعدی میگه رنگی که سمت راست باشه میخوای چه رنگی باشه میخوام این رنگ رو هم سفید قرار بدم ولی خب یه خورده تیره تر میذارم چی میذارم دینو دینو و دینو یه خورده این رنگ همطور که توی این ناحیه هم اگر معلوم باشه یه خورده این رنگ کد رنگش تیره تر از این هستش بریم و پروژم رو یه دور ببینم ببینیم چه چیزی ایجاد شد خب همونطور که ببینید دقیقا یک مستطیل حالا عمودی برای من تشکیل شد که از این ناحیه رنگ سفید تشکیل شده و این ناحیه یه خورده برای من تیره رنگ شده توی مرحله بعدی میخوام بیام و این ناحیه پایین این مستطیل رو یه بوردر رادیوس روش اعمال بکنم پس باید این بوردر رادیوس رو روی پایین سمت چپ و همینطور سمت راست اعمال بکنم دقیقا دقت کن چجوری این رو اعمال میکنم نیستم برد رادیوس bottom رایت رادیوس خب پس شد برد bottom رایت right, رادیوس یعنی دقیقا هاشیه پایین و سمت راست میگم چقدر باشه میذارم 45 درصد خب و میخوام یک border-radius هم به پایین و سمت چپ بدم میگم border خب باتم left رادیوس این رو هم قرار میدم 45 درصد تقریبا برای من الان خوب شده و جالب شده تقریبا تقریبا نسبت به این پروژه بذارید این رو برگردونم به حالت اولیه خودش تقریبا این نایه پایین لیوان یا حالا ماگ خودمون رو به وجود آوردیم خب توی مرحله بعدی میخوام بیام چیکار کنم داخل مرحله بعدی من میخوام بیام این ناحیه بالایی که یه خود قوس توی این قسمت برای من تشکیل داده رو به وجود بیارم همونطور که ببینید پروژمون الان ناقصه میخوام بیام یه قوسی توی این قسمت به وجود بیارم که این گردی لیوان معلوم بشه بعد بیام چجوری این کار رو انجام بدم اول از همه من میام و تگش رو ایجاد میکنم میخوام دقیقا داخل این کاپ هم یک تگ دیو باشه خب که کلاس تاپ رو میخوام بهش بدم میخوام دقیقا این ناحیه بالای کاپ رو برای من به وجود بیاره بعد میام توی این قسمت یک سری استایل هایی رو بهش میدم میگم جایی که کلاس تاپ داره یک سری استایل های رو میخوام بهش بدم میگم دقیقا دقیقا بیا و این عرض رو برای من کلن بپوشون پس چی میگم میگم ویتت برابر 100 درصد باشه و میگم یک ارتفاعی هم میخوام برای من بپوشونی ارتفاع به اندازه چند باشه هایتش رو هم میذارم 60 پیکسل خب و یک بکگراندی بهش میدم بکگراندش رو هم باز من میخوام از لینیر گرادینت ها استفاده کنم لینیر گرادینت رو توی این قسمت من صدا میزنم و باز هم طبق معمول مینویسم تو رایت right. و رنگی که بهش میدم به چه صورت هستش دقیقا این همین رنگ هستش دقیقا هم میتونستم این رو هم کپی کنم کلا این پروپردی رو ولی خب دیگه گفتم بنویسمش این رو دقیقا توی این قسمت کپی میکنم سیو میکنم و الان میام یک border-radius هم بهش میدم البته بذارید تا اینجا که کار که اومدیم پیاده سازی کردیم و یه اجرا بگیریم ببینیم دقیقا کجا افتاد خب من توی این قسمت یه اینسپکت میگیرم ببینیم واقعا کجا افتاده این قضیه توی این قسمت من کلیک میکنم همینطور این قسمت و این ناحیه همونطوری که دقیقا توی این ناحیه اومده و افتاده برای اینکه من این رو بیارم بالاتر میام چیکار میکنم میام از پوزیشن استفاده میکنم یک پوزیشن رو من توی این قسمت اعمال میکنم پوزیشنش رو ابسولوت قرار میدم و زمانی میتونم این کار انجام بدم که پدرش دقیقا پوزیشنش ریلیتیو باشه پس توی این قسمت پوزیشن این رو هم ریلیتیو قرار میدم سیو میکنم و الان میتونم به این قسمت یک تاپ بدم خب تاپش رو برابر چند قرار بدم چون میخوام بیا بالا دقیقا از اعداد منفی استفاده میکنم و میذارم سی پیکسل خب همونطور که میبینید دقیقا اومد بالا بذارید این رو من مثلا قرار بدم 50 پیکسل میتونم بیشتر هم قرارش بدم این رو بذارم 100 پیکسل همونطور که میبینید خیلی اومد بالا من همون 30 پیکسل قرار میدم خب و یک برد رادیوس رو, رو روی این قسمت اعمال میکنم میگم یک برد رادیوسی داری برد رادیوس هم برابر 50 درصد هستش خب همونطور که دیدید خیلی راحت اومدیم اون گوشه گرد بالای رو هم به وجود آوردیم داخل مرحله بعدی میخوام بیام چه کار بکنم توی مرحله بعدی بذارید من ریزالت رو باز بیارم توی مرحله بعدی من اینسپکت میگیرم توی این قسمت این قهوه رو من میخوام حذفش کنم که یه چیزی رو بهتون نشون بدم البته توی این قسمت نه توی این قسمت من میگم چی میگم دیسپلیت از نوع نان هستش خب دیسپلی شما من از نوع نان قرار دادم و الان میخوام بهتون چی رو بگم میخواستم فقط نشون بدم که الان توی این مرحله میخوایم چکار چیکار کنیم توی این مرحله میخوایم این قسمت داخلی لیوان رو پیاده سازی کنیم هیچ هیچی اصلا داخل این لیواله نیست من الان این قسمت رو پیاده سازی بکنم برای پیاده سازی این قسمت دقیقا باید بیام چیکار کنم میام باز دوباره یک تگ دیگه من می نویسم توی این قسمت این تگ هم باز دوباره داخل این قسمت کاپ هستش پس میگم چی میگم یه تگی داریم از نوع دیو هستش و حالا چون ناحیه داخلی رو میخوام ایجاد کنیم اسمش رو میذارم س... ام... چی بذاریم سرکل اگه درست نوشته باشم خب اسمش رو میذاریم سرکل و الان میام یک سری پروپرتی های رو بهش میدم دقیقا میگم به چه صورت باشه کلاسش رو یادمون رو بنویسیم به این صورت مینویسیم و الان صدای زدیم الان میخوام بهش یک سری پروپرتی هایی رو بدم و این ناحیه رو توی این قسمت به وجود بیارم میگم میخوام دقیقا کل ارز رو برای من بپوشونی اما کل ارز رو بپوشونه دقیقا میاد از این قسمت دقیقا دقیقا توی این ناحیه تا این ناحیه رو برای من میپوشونه ولی من نمیخوام این ناحیه رو کلا هم بپوشونه همونطور که میبینید یه خورده فاصله داره از این قسمت ها بالاخره این لیوان یا این ماگ اونم باید یه زخامتی داشته باشه دیگه این زخامت رو ما میایم دقیقا با استفاده از کلک به وجود میاریم پس ما میام توی این قسمت میگم کلک چون نمیخوام دقیقا کل ارز رو برای من بپوشونه میگم از 100 درصد ارزی که برای من میپوشونی اندازه 20 پیکسل بیا ازش کم کن خب دقیقا میگم ارز رو به این اندازه بیا برای من اشغال بکن یعنی کلش رو بگیر از این کل 20 پیکسل از اطراف برای من کم بکن و باقی رو دقیقا اختصاص بده به این تگ و کار خودت رو داخل ارز تمام بکن در مورد تاب کرد، توی جلسات و داخل دوره CSS به صورت مفصل صحبت کردیم و دیگه اینجا جاش نیست من بهتون بگم این دقیقا داره چی کار میکنه و اینجا چه اتفاقی میفته حالا میخوام بیام یک ارتفاعی هم بهش بدم ارتفاع 50 پیکسل میدم میذارم 50 پیکسل و یک رنگی هم بهش میدم بذارید من پروژه خودم رو بیارم میام باز دوباره از لینیئر گرادینت ها استفاده میکنم این هم لینیئر gradient و باز هم به این صورت عمل می کنم. این رو از اینجا بر می دارم توی این قسمت پیست می کنم. فقط با این تفاوت که این رو تبدیل می کنم به لفت خب که برای من یک بالاخره یک تفاوتی توی این قسمت ایجاد بشه چون اگر من این رو دقیقا همین صورت بنویسم هیچ چی رو این قسمت نمی بینم و دقیقا همین قسمت رو میام و می بینم و هیچ تغییری رو توی این قسمت من مشاهده نمیکنم. پس اومدم یک بک بکگراندی هم روش اعمال کردم این رو من یه دور دیگه اجرا میکنم همونطور که یه تغییراتی توی این قسمت به وجود اومد من این رو زوم کنم که بتونم بهتر اون رو مشاهده بکنم دقیقا اومد و همچین طرحی رو به وجود آورد من میام یک بردر رادیوس هم روش اعمال میکنم میگم بردر رادیوسی داری به اندازه 50 درصد خب پس اومد دقیقا توی این قسمت این رو به وجود آورد حالا توی مرحله بعدی میام چیکار می‌کنم؟ توی مرحله بعدی من میام م... این رو میخوام بیارم بالا خب من میام از پوزیشن ها استفاده میکنم پوزیشنش رو از نوع رلاتیو قرار میدم و همینطور میگم یک تاپی داریم میخوام یه خورده اینو ببرم بالاتر تاپش رو برابر چند قرار میدم بذارید من فعلا دقت کنید فعلا من این رو برابر 50 پیکسل بذارید قرار بدم البته نه من فی 50 پیکسل برای که میخوام بره بالاتر خب زیاد شد اینو میذارم 30 پیکسل بذارید باز دوباره کمش کنم بذارم 20 پیکسل الان یه خورده برای من بهتر شد یک لفتی هم بهش میدم لفتش رو میذارم چند لفتش رو مثلا میذارم ده پیکسل الان تقریبا خوبه بذارید من این رو یه خورده بذارم 25 یه خورده این رو کمتر کنم بذارم 23 الان بد نیست خوبه بذارید بذارم 22 الان تقریبا خوبه و قابل قبوله میام داخل مرحله بعدی میخوام بیام چیکار کنم توی مرحله بعدی میام و قسمت چای داخلش رو میخوام به وجود بیارم دقیقا توی این قسمت بذارین رو یه دور رفرش کنم میخوام این دقیقا این چای یا این قهوه داخلش رو به وجود بیارم برای اینکه بیام داخل این رو به وجود بیارم میام دقیقا داخل این قسمت یه تگ دیو میذارم داخل این سرکل داخل این دایره که به وجود داریم یه تگ دیو میذارم و حالا میذارم کافی نمیدونم حالا درست نوشتم یا نه یا بهتر بذاریم همون چای به این صورت و میام چیکار میکنم الان میام استایل های مربوط به این قسمت رو هم روش اعمال میکنم میگم یه تگی داریم که کلاسش به این صورت هست و یک سری استایل هایی رو میگیره استایل ها به چه صورت باشه اول از همه من خواهم بگم ارز و ارتفاع کل پدرت رو بگیر پس میگم چی میگم ارزش باشه 100 درصد و همینطور ارتفاعش هم باشه 100 درصد توی مرحله بعدی باز دوباره میام یک رنگی بهش میدم به چه صورت بیام رنگش رو بدم الان نمیخوام دقیقا مشابه این باشه بذارید یک رنگ قهوه رو توی این قسمت بدم میگم بگراند کالرت باشه م... رنگ براون فکر میکنم الان خوب باشه به دو این رو اجرا میکنم اینو به چه صورت هستش خب همونطور که میبینید دقیقا اومد و توی این قسمت این رو برای من به وجود آورد میام یک border رادیوس رو بهش اعمال میکنم border رادیوس 50 درصد رو روش اعمال میکنم و همینطور میخوام یه خورده این رو بیارم پایین تر پس میام از پوزیشن ابسولوت استفاده میکنم. پوزیشنش رو ابسلوت قرار میدم و پدرش که این سرکل هست پوزیشنش رلاتیف اوکیه و میام یک تاپی رو بهش میدم تاپش رو میگم از بالا اندازه 20 پیکسل بیا برای من فاصله بگیر خب میاد پایینتر و همینطور یک لفت صفر رو هم بهش میدم حالا واجب هم نمود بدم ولی خب دیگه لفت 0 هم تو این قسمت میدم و برای اینکه این, این ناحیه رو از بین ببرم به پدرش یه اوورفلو هیدن میدم خب سیو میکنم الان دقیقا برای من این قسمت چای یا این قسمت قهوه هم به وجود اومد داخل مرحله بعدی باز باید بیام چه کار کنم توی مرحله بعدی میخوام بیام این دسته لیوان رو به وجود بیارم این دسته لیوان هم باز دوباره غذای مربوط به خودش رو داره میام یه تگ جدا از این تگ کاپ می نویسم خب تا الان هر تگی به وجود آوردیم فرزندان این تگ دیوی بود که به صورت کاپ یا با کلاس کاپ تعریف کردیم الان این دسته دیگه خارج میشه دیگه خارج از این کاپ میشه جز تگ های داخلی نیست که بخوایم داخل این لیوانه یا روی این لیوان کارای انجام بدیم پس میام خارج از این تگ کاپ و یه تگ دیگه رو به وجود میارم اسمش رو میذارم هندل خب یه تگ میذارم از نوع دی و کلاسش رو میذارم هندل خب فکر می کنم درست نوشتم الان شروع میکنم کنم های مربوط به این قسمت رو هم دادن اولین کاری که میکنم میخوام بهش یک عرض و یک ارتفاع بدم پس هندل رو توی این قسمت سلکت میکنم فراخونیش میکنم به قولی میگم یک عرضی داری عرضت برابر باشه با 160 پیکسل و همینطور ارتفاعت برابر باشه با 180 پیکسل و یک بردر هم داری بردرش رو به چه صورت قرار بدم بردر 25 پیکسل قرار میدم از نوع سالید باشه و رنگش هم باشه سفید یا حالا رنگش باشه DC, DC, DC همچین رنگی رو میخوام به وجود بیارم یه دور پروژه رو اجرا میکنم کجا افتاد دقیقا دقیقا اومد و این پایین برای من این رو به وجود آورد میام یک بردر رادیوس هم روش اعمال میکنم میگم بردر رادیوست باشه 50 درصد خب اومد من این رو به صورت دایره شک در آورد توی مرحله بعدی میخوام بیام چه کار بکنم داخل مرحله بعدی من باید بیام جایگاه این رو درست بکنم خب الان من دقیقا برای اینکه بیام این رو هندل بکنم میام از یک پوزیشن استفاده میکنم و جایگاه اون رو میخوام تغییر بدم پوزیشنش رو از نوع پوزیشن ابسولوت قرار میدم سیو می‌کنم و برای اینکه از نوع پوزیشن ابسولوت بتونیم استفاده کنیم باید پدرش رو از نوع رلاتیو قرار بدیم هندل توی این قسمت هستش پدرش دقیقا این کانتینر هستش پس پدرش رو هم پیدا میکنم میگم کانتینر پوزیشنی که میگیره پوزیشنش از نوع رلاتیو هستش و این پوزیشن ابسولوت که توی این قسمت اعمال کردم میخوام بهش یک تاپی هم بدم میگم تاپت به چه صورت باشه میگم اندازه چهل پیکسل باشه خب دقیقا اومد و توی این قسمت برای من افتاد و همینطور میخوام یک رایتی هم روش اعمال بکنم میگم رایتت باشه منفی مثلا پیکسل دقیقا اومد و توی این قسمت برای من افتاد بذارید من توی این قسمت یک رنگ مشکی بهش بدم که دقیقا شما بفهمید چه اتفاقی میفته توی این قسمت دقیقا دسته اومد و توی این قسمت برای من نشست من میتونم حالا یه خورده جایگاهش رو تغییر هم بدم بذارید این رو بذارم 75 مثلا یه خورده الان بهتر شد الان برای که من بیام این قسمت رو حذف بکنم باید بیام دقیقا چه کار بکنم من میام بردر لفت و همینطور بردن باتمش رو برابر ترانسپرنت قرار میدم یعنی چی؟ یعنی میگم رنگ پدرش رو بگیر دقیقا رنگ بکگراندش رو بگیر پس میام توی این قسمت میگم چی میگم بوردر لفت خب یعنی بردر سمت چپ برای من دقیقا اندازه 25 پیکسل سالید خب و دقیقا رنگش باشه ترانسپرنت سیو میکنم همونطور که دیدید دقیقا این نقطه رو اومدیم از بین بردیم حالا میخوام دقیقا همین کار رو, رو روی بردر باتم هم انجام بدیم پس میگم بوردر باتم 25 پیکسل سالید و رنگ ترانسپرنت رو روی این قسمت هم اعمال میکنم همونطور که دید دقیقا اومد و باتمش رو هم از بین برد حالا فقط کافیه با استفاده از ترانسفورم ها این روی خوری بچرخونیم و روی این قسمت ست بکنیم پس میام توی این قسمت میگم چی میگم ترانسفورم و میخوایم بچرخونمش دیگه پس از روتیت استفاده میکنیم و میگم اندازه 45 درجه برای من این رو بچرخون خب سیف میکنم 45 درجه خورده زیاده این رو میذارم 40 دو درجه خب الان تقریبا خوب شد و رنگش رو هم برمیگردونم به رنگ اولیش رنگش چی بود دقیقا دی سی دی سی دی سی خب همونطور که میبینید این ناحیه رو هم اومدیم کامل تشکیل دادیم خب هنوز وقت داریم بیایم و اون زیر این ماگ رو هم تشکیل بدیم. به چه صورت میام این رو به وجود میارم؟ اول اصلا میام تگش رو توی این قسمت ایجاد میکنم. تگش رو به چه صورت می از تگ دیو استفاده میکنم باز هم و یک کلاس داره به نام پلیت خب دقیقا این رو به وجود میارم و الان میام استایل های مربوط به این قسمت رو هم باز بهش میدم کاری که من باید بکنم باید بیام توی این قسمت دقیقا صدا کنم کلاسش رو و بگم یک ارزی داره دیگه این بالاخره این زیر یک عرض و یک ارتفاعی داره ارزش رو برابر 500 پیکسل قرار میدم ارتفاعش رو هم برابر 200 پیکسل قرار میدم و همینطور یک بکگراندی هم بهش میدم بکگراندش رو باز دوباره میخوام از لینیر گرادینت ها استفاده کنم و باز دوباره میگم تو رایت خب دقیقا میخوام رنگ و گرادینتی که استفاده می‌کنم از سمت چپ رنگ شروع بشه و به سمت راست ختم بشه پس رنگ شروع کننده چی باشه؟ دقیقا طبق همین دیگه این رو من از اینجا کپی می‌کنم توی این قسمت پیست میکنم دقیقا میخوام همچین رنگی باشه این رو یه دور اجرا میکنم الان برای من توی این قسمت اومده به وجود اومده برای اینکه بیام این مشکل رو حل کنم میام از یه پوزیشن استفاده میکنم که روی بقیه تگ ها برای من هیچ عملیات و اقدامی انجام نده و اینها رو به هم نریده پوزیشنش رو از نوع ابسولوت قرار میدم خب دقیقا میخوام این رو بندازم وسط صفحه برای اینکه بیام وسط صفحه اینو بندازم و از پوزیشن هم استفاده کردم میام چیکار میکنم طبق جلسات قبلی آموخته های قبلی یاد گرفتیم بیا اندازه 50 درصد برای من فاصله بگیر و همینطور حالا میخوام بگم از سمت پایین هم اندازه 50 پیکسل برو بالا و الان میخوام از ترانسفورم استفاده کنم میگم روی محور ایکس ها بیا دقیقا اندازه ترانسفورم ترانزلیت روی محور ایکس ها دقیقا اندازه منفی 50 درصد بیا و سمت چپ برای من قرار بگیر. الان باید بیام یک بردر رادیوس هم روش اعمال بکنم border-radius رادیوسش رو به چه صورت میام اعمال میکنم میذارم 50 درصد خب و الان تنها کاری که باید بکنم به این کاپ و این هندل بیام یه زد ایندکسی بدم زد ایندکسی که بالاتر از زد ایندکس این حالا زیر لیوانی باشه پس یه زد ایندکسی هم توی این قسمت اعمال میکنم میذارم 5 خب و همینطور یه زد ایندکس هم برای این کاپ قرار میدم توی این قسمت زد ایندکس 6 رو به این قسمت میدم یه دور این پروژه رو اجرا میکنم و همونطور که میبینید دقیقا اومده و توی این قسمت این رو در برای من نشون میده اما چرا نمیبینیمش دقیقا برای اینکه تقریبا هم رنگم بذارید من رنگ این رو یه درست کنم که شما بتونید بهتر ببینید و توی جلسه بعدی ادامه کار رو با هم دیگه پیش میگیریم خب همونطور که میبینید دقیقا اومد و زد ایندکس این دو تا رو بالاتر از زد ایندکس این بشقاب یا حالا زیر لیوانی قرار داد این جلسه رو توی همین لحظه من میبندم میریم سراغ جلسه بعد و ادامه کار رو با هم دیگه پیش میگیریم